خدایی که در این نزدیکی است لای آن بوته شبوها شب پای آن کاج بلند به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شاگردای عزیز سنف نهم دوستان عزیز به درس زبان و ادبیات دری از مکتب هادی خوش آمدید به درس چهارم رسیدیم دوستان عنوان درس ما همانطور که میبینید داستان کوتاه هست در قسمت اول در مورد داستان های کوتاه برای شما توضیح میدهیم و در ادامه در حوزه دستور زبان میپردازیم به جمله ندایی در حوزه جمله برای شما توضیحاتی آورده ایم. قبل از اینکه دوستان وارد درس شویم کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید هر نوع انتقاد نظر پیشنهاد داشتید ما را خوشحال میسازید دو صفر و شست و و هشتاد دو و و پنج چل سیزه ای در واقع سامانه و کانال ارتباطی ما برای شما دوستای عزیز است خب وارد تخته شویم درس قبل و کار خانگی جلسه قبل را حل کنیم و وارد درس جدید شویم خب دوستان اگر نگاه بکنید در جلسه قبل و کار خانگی دادیم گفتیم که انواع جمله را به لحاظ فعل نام برده و توضیح دهید یک مثال برید خب نگاه کنید دوستان ما گفتیم که جمله ساختاری داشت انواعی داشت گفتیم جمله یا میتواند بر اساس ساختمان و ترکیب باشد یا میتواند تقسیم بندی شد به لحاظ معنا و مفهوم یا میتواند به لحاظ فعل دستبندی و تقسیم شود گفتیم که ما به لحاظ فعل جمله را سه نوع میگوییم میگوییم یا جمله ما جمله فعلی است یا جمله جمله در واقع اسنادی است و یا هم جمله ما چی میتواند باشد جمله به فعل میشد که فعل ندارد جمله فعلی جمله است که در واقع از فاعل و فعل تشکیل شده باشد مثلا میگویم چی دوستان میگوییم که حسن آمد یک جمله فعلی است من کتاب را برداشتم یک جمله فعلی است جمله است که در واقع از فاعل و فعل تشکیل شده باشد جمله اسنادی جمله است که در واقع چه دارد؟ سه جز دارد چیست و ساد؟ مسندون الی مسند و رابطه مسندون الی و رابطه گفتیم که جمله اسنادی دو فعل مشخص دارد دوستان که در واقع یکی است است و یکی هست است و هست دو در واقع چی هستند دوستان؟ دو فعلی هستند که فقط در جمله های اسنادی می خب میگویم چی؟ میگویم که هوا گرم شد شد هم می شود بگیم که هوا گرم است این هم بگیم هوا گرم شد هوا گرم است این یک جمله اسنادی نوع سوم ما دوستان جملاتی هستند که نه فعل دارن نه اسنادی هستند یعنی چی یعنی جملاتی که فاقد فعلن بدون فعلن جملات بفعل فعل چی باشه دوستان گفتیم خدا حافظ. به سلامت. دو دو تا چهار. توقف ممنوع. این جملات جملاتی هستند که فعل ندارند ولی معنای کامل را میرسانند چون ویژگی اصلی جمله چی بود دستان؟ گفتیم ای از کلمات است که کنار هم دیگر قرار میگیرند و یک معنا و مقصود را به طور کامل میرسانند پس ویژگی اصلی که در واقع کامل رساندن معنا بود در جملات بفل هم اتفاق میافتد خب دوستان این در واقع شد کار خانگی جلسه قبلی شما بریم وارد اسلاید های درس امروز شویم درس امروز را با هم مرور کنیم خب درس امروز ما دوستان همانطور که میبینید بخش اولش تحت عنوان چیست داستان کوتاه است یکی از انواع نصرها چون گفتیم که نوشته دو نوع است یا نظم است و یا هم نصر است اگه نظم باشد به معنای شعر است که در واقع شعر خاص دارید انواع شعرهای کلاسیک هست شعرهای نو هست و یک نوع دیگر در کنار نظم ما داریم نصر داریم یکی از گونه های نصر چه میتواند باشد داستان کوتاه است تعریف داستان کوتاه چیست میگوییم به گونه ای از ادبیات داستانی گفته می شود که نسبت به داستان بلند مثل چی مثل رمان حجم کمتری دارد مثلا نگاه کن دوستان یک رمان رو شما اگه نگاه بکنید یک کتابی است که حداقل چه دوستان ممکن است چند کلمه باشد ممکن است ده هزار تا کلمه باشد ممکن است 15 هزار تا کلمه باشد ولی داستان کوتاه یک داستان است که کمتر از 500 کلمه دارد کمتر از 500 کلمه و فقط قسمتی از یک زندگی یا حادثه را بیان میکند در حالی که رمان گفتیم دوستان جزئیات در او بسیار مهم است در واقع شخصیت سازی میشود و یک کلیت بیان میشود خیلی خیلی ممکن از یک جزئی از یک جزئی بیان شود باید به سمت کلیات و در واقع چی در واقع یک حادثه را نه چندین حادثه چندین اتفاق چندین رویداد را در طول زندگی یک شخص یا چند شخص بیان کند در حالی که چی داستان کوتا داستان کوتا این گونه نیست داستان کوتا فقط یک بخش یک بوریش از زندگی را در نظر می گیرد مانندشی داستان کوتاهی که میتوانیم در عرصه بین المللی از اون نام ببریم چیست داستان یک مرگ سرخ ادگار آلمپوست شنل نیکولای گوگول است و حکایت های گلستان سعدی میتواند در زمره داستان های کوتاه قرار گیرد خب نگاه کنید دوستان عناصر داستان کوتاه داستان کوتاه چهار عنصر دارد موضوع شخصیت زمان و زاویه دید این می شود عناصر چهارگانه داستان کوتاه اگر چه می ویژگی های دیگر عناصر دیگر را نیز نام ببریم از جمله تر نیز می یکی از عناصر بسیار مهم در حوزه داستان های کوتاه بشود ولی ولی نگاه و تمرکز ما بر روی این چار مورد است که به نظر ما اهمیتش به مراتب بیشتر است اولین چیزی که دوستان میتواند تواند تحت عنوانه انصر اول داستان کوتاه از یاد کرد موضوع است هر داستان کوتاه باید دارای یک موضوع خاص باشد موضوعاتی که در واقع میتواند وشه اخلاقی ورزشی داشته باشد میتواند وجه مادی داشته باشد میتواند وجه معنوی داشته باشد میتواند وجه اجتماعی داشته باشد مثلا به طور مثال حکایت های گلستان سعدی را شما بخوانید میبینید که هشت باب دارد هشت فصل دارد هشت قسمت است در قسمت اول میگوید در سیرت پادشاهان قسمت دوم در اخلاق درویشان در فواید خاموشی در ضعف و پیری در عشق و جوانی نگاه کنید انواع حکایت ها رو بیان می کند و موضوعش می باشد هر چیزی که در واقع مد نظر خود نویسنده است مثلا در بخش اول در فصل اول در سیرت پادشاهان سعدی حکایت را بیان می کند شخصیت هر داستانی فارغ از که داستان میتواند کوتاه باشد یا بلند باشد دارای چیست داستان دارای شخصیت است شخصیت میتواند شخصیت اول باشد که قهرمان داستان است می شخصیت ها شخصیت های فرعی باشد که در کنار شخصیت اصلی اضافه می شود و در واقع مکمل نقش شخصیت اصلی است در کنار او زاویه دید داستان زاویه دید میتواند عنصر سوم باشد ما در حوزه داستان دو زاویه دید داریم یک زاویه دید اول شخص است که در واقع قهرمان داستان خود نویسنده است و از زبان خود در مورد خود نقل قول میکند داستان را بیان میکند و یا هم میتواند زاوی چی باشد دوستان سوم شخص باشد سوم شخص کیست سوم شخص را میگوید دانای کل یعنی یک شخصی را که در واقع نویسنده میتواند در واقعیت وجود داشته باشد میتواند وجود خارجی نداشته باشد و زایده ذهن نویسنده باشد او را خلق میکند و او را قهرمان داستان خود قلمداد میکند و وقایع و رویدادها و حوادثی که اتفاق میافتد از زبان او شخصیت سوم او قهرمانی که خلق کرده است بیان کند و زمان زمان در داستانهای کوتاه دوستان زمان حال است در گذشته نمیپردازد در آیندهم کاری ندارد و فقط و فقط نگاهش زمان اکنون است حال است که نگاه میکند وقایع و رویدادها و حوادثی که برای او شخصیت قهرمان اتفاق میافتد در زمان حال اتفاق میافتد خب دوستان اگر بخوایم مثال هایی بزنیم بزرگان داستان های کوتاه جهان را برای شما ذکر کنیم میگویم چهار مورد برای شما اینجا آورده ایم یک ادگار آلنپو، یک نویسنده شهیر امریکای دوستانشان ایشان را پدر داستانهای جنایی و خوفناک در عرصه دنیا میشناسند داستانهای بسیار ترسناک از ایشان بیان شده است و در واقع یک نویسنده بسیار متوهر و بسیار ماهر است آنتوان چی خوف؟ آنتوان چخوف یک نویسنده روسی است شغل اصلیش پزشکی است ولی متاسفانه در سن 40 سالگی بر اثر بیماری سل از دنیا میرود نزدیک 60 اثر مهم دارد آنتوان چخوف روسی که در واقع برای شما در اسلاید اول یک داستان کوتاهش را آوردیم انیس همینگوی که در واقع اشان را میتوانیم به عنوان پدر داستان نویسی معاصر یاد بکنیم یک نویسنده بسیار شهیر که در سال 1954 میلادی اشان جایزه صلح نوبل در حوزه ادبیات را برنده می شود و شخصیتی که در حوزه ادبیات دری ما بسیار شهرت دارد بسیار مشهور است شخصیتی نیست جز استاد سخن پدر متکلم زبان دری کسی نیست جز شیخ مسلح الدین سعدی شیرازی است ایشان در واقع آثار بسیار بسیار مشهوری دارد گلستان و بوستان از آثار مشهور ایشان هستند ولی گلستان ایشان دوستان گفتیم که حکایت بسیار نغز دلکش و بسیار بسیار پرمایه در حوزه ادبیات تعلیمی و اندرزی دارد که برای ما میتواند پیشه راه باشد خب دو اگر در درس مراجعه کنیم میبینیم که یک متن آورده شده یک داستان کوتاه آورده شده در تو عنوان چی؟ پسر رویگر یا فرزند رویگر که از در واقع کیست؟ از نویسنده معاصر ما جناب آقای نجیب الله تروایانه است اشان متولد سال 281 هجری شمسی است که در جلال آباد به دنیا آمدند ایشان از نظر نسب خواهرزاده امیر حبیب الله خان هستند و نواسه امیر عبدالرحمن خان به شمار میرند دوره ابتدای خود را در جلال آباد منطقه سکونی و پدری خود اتمام میکند دوره سانوی را حرکت میکند و در لیسه امانی به پایان میبرد و برای ادامه تحصیل از کشور خارج میشود و دکترای خود را از کشور فرانسه میگیرد ویرا میتوانیم از پیشگامان داستان کوتاه در حوزه ادبیات افغانستان به شمار ببریم آثار بسیاری از ایشان ثبت شده از جمله آریانا یا افغانستان مبارزه در راه آزادی و گزیده داستان های اوشاس گزیده داستان اوشاس دوستان در واقع چندین داستان کوتاه هستند که مجموع شده دور شده در کنار همدیگر ترکیب شده از جمله مرگ محمود پسر رویگر قبت خزرا، هرمن و در واقع موارد دیگر که پسر رویگر در واقع از این مجموع داستانهای اوشاس بوده که در کتاب شما ذکر کرده و او را دوستان بخوانید. و نهایتا در سال 1344 هجری شمسی نیست در کشور امریکا از دنیا میروند خب دوستان وارد بخش دوم شدیم تحت عنوان قواعد دستوری در ادامه جمله چون در جلسات قبل در مورد چه دوستان توضیح دادیم در جلسات قبلی در مورد جمله و انواع او توضیحات ارائه شد میرسیم در یک نوع دیگری از جمله تحت عنوان چه دوستان جمله ندایی جمله ای که در واقع برای شما امروز آورده ایم خب تعریفش میشد میگیم که جمله ندایی جمله است که در آن معنای فراخواندن آواز دادن یا صدا زدن کسی یا چیزی مد نظر باشد پس مقصود ما چیست؟ در جمله ندایی مقصود صدا زدن است آواز دادن است و در واقع فراخواندن است خب حال ما میگیم جمله ندایی جمله ندایی چندین نشانه دارد شما میتوانید به واسطه دیدن نشانه های ندا او در واقع جمله را تشخیص بدید که جمله جمله ندایی است یا جمله غیر ندایی خب اون نشانه ها چیست؟ بگوییم که این نشانه میتواند ای باشد میتواند یا باشد میتواند ایا باشد و میتواند هی باشد البته البته این نشانه ها در آغاز او کلمه باید باشد در آغاز او کلمه اگر این نشانه ها رو دیدیم جمله ندایی است یا اگر در پایان یک واژه ما حرف الف را دیدیم دوستان او در واقع میتواند تواند باز هم جمله ندایی باشد به طور مثال نگاه کنید دوستان بر روی مثال ها میگوییم یا رب یا رب نظر لطف تو بر نگردد یا رب یا حرف چی سوسان حرف ندا رب میشود منادا کل جمله را میگوییم جمله چه دوستان ندایی ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم ای دوست ای باز نشانه ندا دوست میشود منادا جمله میشود جمله ندایی خب خدایا مرا ببخش این مثال هایی که دوستان تالا زدیم چی بود؟ ابتدای واژه بود ابتدای کلمه بود برای انتهای کلمه یک نشانه اگه داشته باشیم کلمه خدایا رو نگاه کنید دوستان او انتهای خدایا یک الف داریم درسته؟ او انتهای خدایا یک الف اضافه شده که او الف نشانه نداست خدایا میشود منادا خدای میشود منادا الف انتهای خدایا می شود حرف ندا کل جمله با هم جمله ندایی خدایا مرا ببخش این می شود جمله ما خب دو نکته دوستان دو نکته براتون بگوییم نکته اولی است که نشانه های ندا خب توجه کنید دوستان نشانه های ندا همه معنای جمله را کامل میکند پس اگر شما یک نشانه ندا در داخل یک کلمه دیدین مطمئن باشه که او حرف ندا او نشانه ندا کل جمله را کامل میکند چون گفتیم هدف و مقصود از آوردن جمله چیست؟ ایست که شما یک معنا یک مقصود خاصی را به طور کامل منتقل کنید که این متمالت اتفاق بیفتد در جمله های ندایی زمانی که نشانه ندا موجود باشد خب برخی نشانه مانند چی نشانه های ندای ای یا و هی در گذشته مورد استفاده قرار می گرفته ولی امروزه از حوزه واژگان و حوزه ذخایر زبانی ادبیات و زبان دلیلسان حذف شده کم کاربرد بوده و مردم خیلی استفاده نمی به مرور در نتیجه گذشت زمان دستخوش فراموشی شده و کلا حذف گردیده خود دوستان عزیز با این تفاصیر وارد کار خانگی جلسه آینده شیم جلسه آینده برای شما یک کار خانگی میدهیم که این را در کتابچه هایتان یادداشت کنید نشانه های ندا را در عبارت های زیر مشخص کنید کدام نشانه ها شما مشخص کنید عبارت را ما میخوانیم میگیم چی؟ سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرد آن است که نامش به نکویی نبرند ای قوم به حج رفته یارب گناه بنده عف کن ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی یا خدایی نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی بله دوستان ده ای عبارت ها ده ای جملات ده ای عبیات و مصره برای ما نشانه های ندارا مشخص کنید خب دوستان و گرامیان عزیزان قند در پایان جلسه امروز رسیدیم مانده نباشید جلسه امروز ما در این لحظه به پایان میرسد. دوستان و گرامیان عزیز مانده نباشید کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید حتما حتما برای ما پیشنهاد نظر انتقادات و کار خانگیتان را ارسال بکنید خب شماره واتساپی ما دوستان ۲ص ۹۶ و پنج چل سیزمه باشد که می با نظرات خودتان ما را دلشاد کنید خب دوستان و گرامیان تا جلسه بعد شما را به الله پاک می صبروم. خدا خداوند یار و نگهدارتان